توفیق شد که ما در جلسه شورای اجتماعی یک موضوع بسیار بسیار مهم و پر اهمیت رو که تأکید و توصیه مقام معظم رهبری در جلسات مختلف شورای اجتماعی در محضر ایشان بود، به منصه تحقق و تکمیل و اجرایی در بیاریم. اون موضوع تشکیل مرکز رصد اجتماعی بود. این جامعه یک موجود پویا، زنده، فعال، متغیر و دراکه. اگر بخوایم این جامعه را به عنوان عرصه فعالیت عموم مردم در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی مدیریت کنیم، برنامه ریزی کنیم، هدف گذاری کنیم و به اون طرف سوق بدیم، میبایست دارای اطلاعات، داده‌ها و آمار به رفتار جمعیت جامعه در حوزه‌های مختلف، در زمان‌های متفاوت و در جغرافیای متفاوت باشیم. مرکز رصد ملی با همین نیت، با تأکیدات مقام معظم رهبری، با تشویق، تقویت و پیگیری رئیس جمهور محترم و همه دستگاه‌های اجرایی عضو شورا کارش را شروع کرد و امروز که همه دستگاه‌ها گزارش دادن، چه وزارت کشور به عنوان مسئول این حوزه، چه قوه قضاییه، چه نیروی انتظامی، وزارت رفاه، بهزیستی و بقیه دستگاه‌ها گزارش را که دادن، واقعا نشان داد که زحمات بسیار زیادی کشیده شده که اینا حتما باید همه با هم در مرکز رصد اجتماعی در وزارت کشور انشاءالله لینک بشن و مبتنی بر اون ما تحلیل، استنتاج و برنامه ریزی و مدیریت و اقدام را انجام بدیم. خب امیدوار هستیم که انشاءالله این پدیده، که پدیده بسیار مبارکی است، ما تا الان در کشورمان یک مرکزیتی که بتواند این رصد را انجام بده و این داده ها را جان ببخشه و روح ببخشه با تحلیل و تبدیل کنه به ابزار برنامه ریزی و بستر برنامه ریزی با من نداشتیم. هر دستگاه به صورت مستقل این کار را انجام میداد. امروز از کمیته امداد گرفته، از بهزیستی گرفته تا خود وزارت کشور و قوه قضاییه، ناجا و همه دستگاه‌های کشور که به عنوان مسئول بخشی هستند از این داده‌ها استفاده می‌کنند. انشاءالله همه این مراکز به وزارت کشور متصل خواهند شد که الان هم داره میشه، همه با یک ظرفیت مشترک در زیرساخت‌ها و نرم‌افزارها عمل خواهند کرد و وزارت کشور به همه این دستگاه‌ها لینکی خواهد داد که بتوانند از داده‌های هم به صورت مشترک استفاده کنند.